پسران خردسال از سن 5 الی 14 سالگی سرهایشان را تراشیده و به خلوت و کنارگیری 5 روزه آغاز کرده اند. تشریفات عبور از این مرحله با آنها معرفت با مذهب بودایی است که آنها را به طور مختصر با زندگی یک راهب بودایی آشنا می سازد. آمر بخش مساعدت این مرکز متولد هنگ کنگ توضیح می دهد که بوداییزم در ایالات متحده تا حد زیادی به سلسله های قومی و گروهی تقسیم شده است. به همین دلیل است که بودایزم چینایی، تیبتی و ژاپنی و سایر آن وجود دارد. بنابراین به تصور من که اکنون ما نوع بودایزم آمریکایی نیز داریم. یک کشیش آمریکایی در مرکز بین المللی تفکر و اندیشه های بودایی در لس آنجلس می گوید مذهب بودایی در این شهر قدامت دارد. و اکنون این مذهب ریشه های خود را به هر گوشه ای از خاک آمریکا گسترده است. بنابراین در ایالت آیووا مانند خودم کسانی هستند که در آمریکا تولد یافتند و آیین آنان بودایی است. افراد هم به این مذهب از نو گرایش پیدا می کنند و برخی هم به عنوان راهب و راهبه های بودایی روش های این مذهب را همه روزه به امریکایی ها می آموزند. دالای لاما ممکن در جهان شناخته ترین بودایی مذهب باشد که از احترام زیاد در میان امریکاییان برخوردار است. او برخی از پیروان سرشناس از جمله ریچارد گیر هنرپیشه معروف هالیوود را دارد. پیام شفقت و همدردی او توجه سایر مردم امریکا را به خود جلب نمود. مراکز و معابد بودایی تبتی در اطراف و اکناف این کشور وجود دارد. این مرکز آموزش و آرامش روانی در خارج از شهر در شمال کالیفرنیا واقع است و کوسلا بکشو که خود تحت نظر یک معلم از سریلانکا آموزش دیده، روش ویتنامی آن مذهب را دنبال می کند. می گوید او بسیاری از مدارس بودایی را با هم نزدیک ساخته است. مرکز او توسط یک راهب از ویتنام در یک محله امریکاییان کوریایی الاصل تأسیس گردید. وی اشاره می کند که این مذهب در یک فرهنگ متفاوت تعالیم و روش های متفاوت را پیشکش می کند. صلح و توازن چیزیست که همه ما باید در این راه سعی کنیم. بوداییان می گویند بسیاری از طریقه ها و روش های بوداییزم امریکایی ذریعه یک پل به هم متصل می شوند. و آن پل در حقیقت اطفال و نوجوانانی هستند که در امریکا تولد یافتند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.